خانه آزادی جایزه آگاهی بخشی امسال خود را به نازنین بنیادی فعال حقوق زنان و حقوق بشر ایرانی بریتانیایی داد. آریان ریسباف گزارش می‌دهد. مراسم اعطای جوایز سال 2020 خانه آزادی امسال با عنوان قدرت اعتراض به طور مجازی و با حضور نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا برگزار شد و جایزه آگاهی بخشی خانه آزادی به نازنین بنیادی، هنرپیشه و فعال حقوق بشر ایرانی بریتانیایی رسید. خانم پلوسی که اولین سخنران این مراسم بود، عزم و اراده بی‌پروای نازنین بنیادی را موجب ارتقای حقوق مهاجران در ایران و در چهار گوشه جهان توصیف کرد. نازنین بنیادی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی را دفاع از همه انسان‌ها در جهان عنوان کرد و گفت مبارزه برای عدالت تنها به یک نقطه و مکان محدود نمی‌شود. We cannot ignore Pooya Bakhtiari who was shot to death in a protest in Iran in November 2019. ما نمی‌توانیم مرگ پویا بختیاری در اعتراض‌های آبان 1398 در ایران را نادیده بگیریم یا درد و رنج مردم سوریه و یمن را و یا از بی‌عدالتی در هنگ کنگ، لبنان و فرای آن چشم بپوشیم. مارکو روبیو عضو جمهوری‌خواه سنای آمریکا در این مراسم شهامت معترضان دموکراسی‌خواه هنگ کنگ را ستود و مبارزه آنها برای حق آزادی را الهام بخش خواند. جایزه آزادی امسال خانه آزادی به جنبش دموکراسی‌خواهی هنگ کنگ تعلق گرفت. سوتلانا تیخانوفسکایا، کاندیدای سابق ریاست جمهوری بلاروس، از دیگر سخنرانان در مراسم اعطای جوایز خانه آزادی بود. آریان ریسباف، صدای آمریکا.